درآمدهای حاصل از گردشگران سلامت یا توریستای پزشکی درآمدهایی است که این هفته ها، این ماه ها و این یکی دو سال اخیر میتواند جمهوری اسلامی روی اون خیلی حساب بکنه. چندی پیش اشاره کرده بودم که سفیر آذربایجان به روزنامه آسیا گفته بود که از 1,300,000 آذربایجانی که وارد ایران شدن به عنوان گردشگر، 900,000 نفر کمی بیشتر یا کمی کمتر فقط برای استفاده از خدمات درمانی و پزشکی به ایران آمده بودند. امروز هم اعلام شده که نیمی از کسانی که در مشهد، گردشگرانی که دارن از خدمات درمانی استفاده می کنند، از عراق وارد شدند. این ورود افراد تعداد بالا درآمدهای ارزی زیادی هم میتونه داشته باشه، چرا که ایران در میان این کشورها خدمات درمانی قابل قبولی میتونه ارائه بده و در طی این سالها بخش خصوصی پزشکی ایرانی به ایران کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و موارد دیگر پزشکی رو آماده کردن و ارائه میدن که مورد استفاده این گردشگران خارجی قرار میگیره و اینطوری که گزارشگران ما هم گزارش داده بودن، درآمدهای خوبی هم برای این کلینیک ها حاصل میشه از ورود این گردشگران خارجی. و اما یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی اشاره کرده که به علت گرانی قیمت هواپیماها فقط 2 تا 2.5% از مردم از حمل و نقل هوایی استفاده میکنن و ما بقیه از حمل و نقل های غیر هوایی دارن استفاده میکنن. این رقم رقم خیلی پایین نیست. غیر از این مسائل، در مورد مسائل کارگری هم باز خبری داریم که آقای خدایی عضو شورای عالی کار گفته که 15% کارگران از چرخه فعالیت های کارگری خارج شدند. این گفته رو اگر بخوایم ترجمه بکنیم، یعنی اینکه 15% از کارگران بیکار شدن. این موضوع اینطوری که ایشون اشاره کرد خارج از خروج کارگران خارجی است که به علت تفاوت‌های ارزی گروه گروه ایران رو ترک کردن. نتیجه گیری نهایی این هست که در تولید ما کارگرهای زیادی رو از دست داده یا نیاز نداره، یعنی تولید رو به کاهش گذاشته. در مورد افزایش قیمت‌ها باز هر روز صحبت‌های مختلفی داریم. امروز هم آقای محمد کاظم جنتی رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان لاستیک گفته که 22% در بخش لاستیک ما افزایش قیمت داشتیم. ایشون گفته که در بخش کامیونی هم برخی از سایزهای لاستیک‌ها تولید داخلی نیستن، یعنی ایران قدرت تولید داخلی نداره و باید از خارج وارد بشه که امیدواریم این واردات با مشکل روبرو نشه و کامیوندارها باز هم اعتراض دست به اعتراض نزنن و یا به مشکل بر نخورن. و قیمت ظروف پلاستیکی که پیش از این هم چند بار اشاره کرده بودیم که افزایش قیمت داشت، امروز آقای احمد فکری رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک گفته است که قیمتش 4 برابر شده. ایشون قیمت مواد اولیه وارداتی رو یکی از عوامل دونستن، اما در این ماها، ماهای محرم و صفر، به خاطر استفاده از این ظروف یک بار مصرف میتونه مصرف بالا بره و قیمت هم بالا بره. اما در منطقه تحولاتی رو شاهد هستیم و اتفاقاتی رو شاهد هستیم که اهم اونها به این صورت هست که آقای دونالد ترامپ هفته آینده وارد منطقه خلیج فارس میشه و اولین دیدارش با امیر کویت هست و اینطوری که آقای لورانس سیلورز سفیر آمریکا در کویت گفته، بحران منطقه خلیج فارس و راه حل آن مورد مذاکره قرار میگیره ما بین دونالد ترامپ و امیر کویت. و غیر از این، مایک پومپئو در پس از اینکه تحریم 3 سازمان مربوط به برنامه فضایی ایران اعلام شده از سوی ایالات متحده آمریکا، از متحدان آمریکا خواست که در منع ایران در توسعه برنامه موشکی بالستیک خود به آمریکا بپیوندن، با او همراه بشن. و موارد دیگری که
داشتیم این هست که وزیر خارجه فرانسه هم گفته که هنوز مسائل زیادی در گفتگوهای میان اروپا و ایران باقی است که باید حل و فصل شود و آقای روحانی هم امروز گفت بعید میدانم امروز و فردا با اروپا به نتیجه برسیم. در این صورت فردا گام سوم ایران که آقای روحانی گفته که باطن فوق‌العاده مهمی داره آغاز میشه در فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران و میشود گفت ایران وارد یک فاز فوق‌العاده میشه. و امروز هم آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از اظهاراتی که ارتش اسرائیل دیروز راه انداخته بود در مورد راه اندازی یک سایت جدید تولید موشک‌های نقطه زن توسط حزب الله لبنان، ایشون امروز گفته که این موشک‌ها می‌توانند به طور مستقیم به سمت حیفا هدایت بشوند. این گفته ای آقای بنیامین نتانیاهو کاملا توجیه می‌کنه حملات احتمالی اسرائیل به لبنان. و اما برخی منابع آگاه به گزارش پرس تیوی اعلام کردند که فرانسه در متقاعد کردن آمریکا برای اختصاص 15 میلیارد دلار به خط اعتباری ایران ناکام مانده و همه اینها موجب شده که آقای حمید آصفی در یادداشت امروز خودش صراحتاً اعلام میکنه که ابتکار فرانسه شکست میخورد. آقای حمید آصفی فعل انفعالات یکی دو روزه اخیر رو مورد بررسی قرار داده و در قسمتی از یادداشت امروز خودش نوشته ترامپ که در رسیدن به هدف تعیین شده مبنی بر تغییر دادن رفتار رهبران جمهوری اسلامی ایران مصمم و جدی است، آیا حاضر است به طرف فرانسه گردن نهد؟ و پس از توضیحات بالا و پایین در پایان یادداشت خودش نتیجه میگیره که اگر ترامپ طرح فرانسه را بپذیرد نشانه آن است که مذاکرات سری و مخفی با ایران مدت هاست که شروع شده است، اما همه دنیا از آن بیخبر بودند. این گمان به شدت خوشبینانه است و منطق سیاست ترامپ میگوید که چنین خبری نیست و فرانسه دست و پای بی نتیجه میزند.